بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که انسان را آفرید و بعد از مرگ یک بار دیگر زنده می گرداند. یعنی زنده شدن بعد از مرگ یک حقیقت هست و ما به عنوان یک مسلمان به زندگی بعد از مرگ هم ایمان داریم و هم ایمان کامل. بیننده های خوب افغان سوسایتی، سلام علیکم، وقت شما بخیر. آرزومند استم جور و صحت و سلامت باشین. باز هم مهمان یا میزبان همیشگی شما عبیدالله عینی در خدمت هستم. آرزومند استم در هر جایی که ما را بیننده هستین جور و صحت و سلامت باشین و همچنان همیشه بیننده برنامه های خوب افغان سوسایتی باشین. ما در هر برنامه گفتیم که انتظار کامنت ها، انتقادات و پیشنهادات سالم شما را داریم و پیشنهادات سالم شما سبب شده همیشه که ما برنامه های خوب، متنوع و متفاوت را داشته باشیم. هموطنان عزیز، من امروز در جای آمدیم که یک عدیره یا قبرستان شاهی است. شخصیت هایی که در این سرزمین سالهای سال پادشاهی کردند، سلطنت داشتند، حالا کجا هستن؟ سوالی است که حالا کجا هستن؟ میریم امین سوال را جستجو میکنیم که امین شاه ها و شهزاده ها کجا هستن را پاسخش هم داریم و ما در جای آمدیم که امین شهزاده ها و شاهان و پادشاهانی که در افغانستان حکومت داشتن، فرمان روایی داشتن و سلطنت داشتن و سالهای سال در این سرزمین پادشاهی کردن را ببینیم حالا کجا هستن؟ این پرسش خیلی پرسشی است که باید یک پند هم شود برای همگی ما، پند و عبرت شود. ما میریم حالا روی می سوال اینجا جستجو میکنیم. السلام علیکم. خوب است انشاءالله. صد شما خوب است. بخیر است. بخیر آمد. شکر. آقای صاحب السلام علیکم. بفرمایید شما نه. خوب است انشاءالله. صد شما بفرمایید. کاکا حبیب الرحمن یا حبیب الله بیشتر مشهور هستند. کاکا حبیب الله یک تن از کسانی هستند که با خانواده شاهی افغانستان بودن، امرایشان کار کردند. و هم یک سال و دو سال نه، پنج سال و ده سال هم نه، چند سال؟ 20 سال. 20 یا 21 سال میشه. بله. یک عمر است دیگه. یک عمر است نه 13 تا 81 دیگه تا. بله. یعنی از این خانواده شاهی با خیلی افراد اشخاص این خانواده شما آشنایی دارین، میفهمین خو یادت شخصیت بالاخره تمام کارکرهای چانه دیگه آشنایی دارین. بله بله کلشان میفهمیم که این خوب مردم سر. بله. خوب مردم اصلا که شاهی است که 20 سال کشان تیر کردیم و کلشان. بله. میشناسیم. حالا بفرمایید کاکا حبیب الله، میریم یک جا با هم. حالا میریم جایی که امی خانواده شاهی در خانه اصلی خود آمدن، درست کاکا حبیب الله؟ بله. بله. در جای... خانه اصلی خود آمدن. بله. این کس با اصطلاح یک سمبول است که به غازی الحضرت محمد نادرشاه شهید است که از بابای الحضرت محمد زهرشاه بابای ملت که جب سالگری پدر خود تجلیل میکرد و دیگه غیر میمانای غیر چی که بودن مذهبی خارجی ها که میمانند با دوار رجبی میکرد مراسم خدا میکرد باز داخل میرفتن با این یک سمبول است که باز غازی الحضرت محمد نادرشاه شهید و قبرستان با مدت پایان است که به استقامت هم پایان که از غازی الحضرت محمد نادرشاه شهید است و این سرب از بچهش و این سرب از خانمش است و از فامیلش کلش در پایان هستن. و یک قبرستان متفاوت است، درست؟ که بجز از این خانواده شاهی هیچ کس اینجا حق نداره که کسی از نزدیکان خود دفن بکنه. نه خیر، نه غیر بدون خاندان شاهی دیگه کس حق نداره. اینجا یک موضوعی است که به هر کس اینجا اجازه داده نمیشه. خب بیا ببینیم که این قبرستانی که مشخص یا شخصی به یک خانواده است، چون یک قبرستانی است و ما هم آمدیم اینجا ببینیم که اینجا چه گپ و گفتی است و چه تفاوت از دیگر قبرستان ها داره. آرزومند هستم که تا پایان ما را بیننده باشین. این امو قبرستان شاهی است، قبرستانی که
اینجا تنها شهزاده ها زیر خاک دفن هستند. بفرمایید همکار عزیز، شما بفرمایید. شهزاده ها و آبا و اجدادشان دفن است. کاکا حبیب الله من از این طرف آمده. بفرمایید اینجا از این قبرستان دیگه همین شهزاده ها و خانواده شاهی دفن است. همین خانواده شاهی کس یعنی قبرستانش که به اصطلاح دیگه نزدیک قطار که دختر بابا حضرت است که مادر نادر نعیم است، سردار نعیم و اون خانمی که برتان معرفی کردید. امیر اول گفتید. اول کس اول ایش کس دختر بابا است که مثلا مریم کس نام داشت که دختر خردش بود. و مادر سردار نعیم که ندار نعیم برای سر جمهوری خود کادید اون مادر از او است. ما خودت که کبی بلا این طرف بریم که به امکار ما او طرف یک بکلایت میتباز تصویر به وطنان ما باز مشکل میباشه که تصویر درست ببینن. خب این دختر با الادرت محمد زهرشاست که دختر خودش مریم بلقیس و که این پار سال فوت کرد تقریبا یک کنیم سال میشه. و اینی که هست چند ساله بودن تو یادتان است؟ یار خدا گردن بسته نکنه دیگه از 75 متر اگه شاید ایرام شما دیده بودین؟ بله ایره دیده بودم یا آمده بود که ساز شده بودن کهش ملاقات کرده بودن کهش گپ میزن بسیار یک آدم نیک بود. اگه برد بگم به اصطلاح برد بگم که هر چقدر تعریف کنه اما کم است از خاطر که دمی تپک یا میامدن دمی قبرستان میامدن امی تپک چیز مردم بود کسی این نمیگفت که من یک دختر یک پاچه هستم میگفت من یک دختر فقیر هستم کسی نمیگه که تو پشت یا اوشو نه بسیار یک عاجز بود بسیار یک کمین بود که هر کسی گپ بزد حتی اشتکا کسی میامد در پلیس استاد میشه رقص میگرفتن ای باز خوش میگه بیا بچم در پلیس مستاد شد چهار طرف از اشتکا استاد میشه رقص میگرفتن ما بین اشتکا یعنی یک اجتماعی بودن بسیار اجتماعی بودن بسیار حالا یکی است این مرحوم ملکه صاحبه ما پرور بند سردار محمد اصفهان و خانم سردار غازی الحضرت محمد نادرشاه شهید که والدی الحضرت محمد زهرشاه بابای ملت مادرشان مادرش است والده مادرش بله مادر الحضرت محمد زهرشاه پادشاه سابق افغانستان بله. درست این مادرشان است که اینجا دفن هستند. من گفتم که حالا شاه و گدا همه یک قسم است همه بله. زیر خاک میرن کلی امی خانواده شاهی هست بله. و شهزاده ها و بالاخره ملکه ها هم اینجا زیر خاک خفتن امی که بابا را وقتی خداوند کل گیر مغفرت کنه خدا کنه که وقتی اون که می آوردن واقعیت کردیم چرت زدیم که من کسی که صدقی خدا شکر الحمدلله که قبر ده هیچ کس فرق کلش یک رقم یک رقم اگر شاز گداست کلم دمی یک خواهد میم ولی یک تفاوت اینجا است که دیگران اینجا دفت نمیشن خب و اکی کس غازی الادرت محمد نادرشاه شهید که پدر الادرت محمد زهرشاه و اینی قبرستان به نام نادرخان که میگن اینی قبرش است. بله محمد نادرشاه نادرشاه شهید که سال تولدش 1262 21 اعمال و 13 اقرب که تقریبا 90 سال میشه شهادتش. 13 12 بوده. بله 13 12 بله دقیقاً. خب اینم کسی که اقتدار داشتن حالا زیر خاک است که اون پادشاه بود. بله اینا یا لازم مت توکل الله محمد زهرشاه که پادشاه 40 ساله ما شما از افغانستان نمیدید که 40 سال پادشاهی که افغانستان کی بچه غازی حضرت محمد نادرشاه شهید یاد میشد که بازی در 1386 فوت کرد 81 آمد افغانستان باز 86 فوت کرد. محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان که 40 سال در افغانستان سلطنت کرد حکم فرم روایی داشت و بالاخره پادشاه افغانستان بود. با 40 سال پادشاهی و اقتداری که داشت حالا مثل ماهایی که شاید فردا و پس فردا از این دنیا بریم زیر خاک خفتن. بله یا مرفتن دیگه کلی مرفتن اینا؟ اینا که هستم ملکه همیرا علی حضرت ملکه همیرا که ملکه افغانستان بود که خانم علی حضرت محمد زهرشاه بود که این دبستانی 81 فوت کرد. مثل کار داری حکومت ها می گفتن بانوی اول افغانستان اینا دیگه ملکه افغانستان ملکه افغانستان بود که این رشته هم است که در شاهی می گفتن ملکه افغانستان و در جمهوریت می گفتن بانوی اول افغانستان هست بله و یک قبر یا مرقد تازی که دوستان دیدن روز گذشته ما آمدیم یم میشه شما بهتر معلومات یک کس بچه با الحضرت محمد زهرشاه شاهزاده میرویس نام داشت که بچه خردش بود در روز جمعه فوت کرد که بعد روز شنبه ایره امجه دفن کردیم.
فکر کنم آخرین فرزند محمد ظاهر شاه بود، درست؟ بچه خردش هم میسته بازی کرد. یک ماشا جان میگه که شاهزاده ماشا جان میگه که زنده است بود خارج است و این خردش بود. یعنی آخرین بچه خردش هم نمی بود. هم بیمیسته هم بیمیسته یه هم شهزاده میرویس، یک تن از شهزاده های افغانستان که فرزند پادشاه سابق افغانستان محمد ظاهر شاه بود، درست قبل از دنیا رفتن و هیچ چیز با خود نبردن، فقط امو اعمال و امو عمل نیک که انسان داشته باشه میتونه بره با خود ببره، نه پولی میره، نه قصری میره، نه ارگاه بارگاه، صرف عمل نیک. و وقت خداوند کل مردم ما و شما زنده مسلمان ها رحمت کنن، خداوند ببخششن. اگر برد بگم کمیه تا اگر آدم شریف ای بود که به خدا ما کمی هم دادم تپه میکنم سنای زیر ما در پاقه پیشوری ما کمی وقت یک در خفا می جگر خونه بسیار یک آدم اینی بود که در تپه می آمدی ایره برد بگم که کس نمی فهمید که یک بچه پاچا بود نگوی یک آدم فقیر بود اینم اینجا می آمده تقریبا در وقت جمهوریت و دمی وقت طالبا که بی بچه ها کشت کاری می آمده چای پروژه می که کامون نفر مرد که کت ما میشیشت در وقت یک پرگرام بودم رو سال نو و میام کت شاهزاده صاحب مصطفی ظاهر جان بود و یام بودن آمده بودن یاردیشن بود میگم کاکا من لنگی دار بود اردیش لنگی با گفتم یکی قد بخشه گفت و یه چه خوب مردکه بود که اتو وشت کاک محبت کرد زی دار بسیار اگر آدم نیک بود و دیگه کل گرفتن نیست خداوند رحمتش کنه کل مسلمان مردم شد. اتو معلوم میشه کاکا حبیب الله که از شهزاده میرویس زیاد راضی هستین؟ ولی از کلش نیستم شخصا و بله از خاطر که یک بسیار خوب آدم بود. خداوند روحشان شاد داشته باشه، خداوند غریق رحمت بسادشان، سلامت باشین. خب کاکا حبیب الله یک چیز دیگر پرسان میکنم، این یا هم قبرستان است یا؟ بله یا هم قبرستان است که بر ما نامایشان معلوم نیست، نامایزی در ارشیف هستن که یا سابق هستن و به اینمی قطار هم از طرف فامیل است و اون قطار هم از فامیل است که باز یکی صفه سالار شامد خان غازی نام دارم که برادر میریم اون طرف ها میریم. فقط اینی قبرستان هایی است یا قبرهایی است که قبلا اینجا دفن شدن؟ بله. مقصد مربوط می خانواده شاهی و شهزاده ها هست. همی هستن از خاطر است که از فامیل هستن از شهزاده ها هستن. بله دقیقا. خوب است اون طرف میریم و اینجا یک قبر هست، میشه باز در مورد از این طرف استاد شوین کاکا حبیب الله که اولی بود ایک از صفه سالار شامد خان غازی که برادر نادر خان است و که کاکای حضرت محمد ظاهر شاه بود و اینی خانمش از صفه قبر بنان محمود غازی که خانم ازی است و اینی قبرستان هم بر نام ازی آید بشه که نبی کتاب اونجا که برای ما معلوم است باز دو دانه دیگر کسا هم بر ما معلوم است. بعضی هایشان سابقه است به شما معلوم نیست، فقط همی چند قبر یا آرامگاهی که اینجا است به شما معلوم است، چرا که در طول همی 20-21 سال شما اینا را می شناختین. یکی از هم بچه الازد محمد ظاهر شاه از شامود پرزد محمد ظاهر شاه که در سال 1381 در افغانستان اول جنازه ای آوردن. بازی که در 55 ساله بود که باز به مریضی خود فوت کرد. و اون که هم بچه بابا است که به نام اکبر جان نام داشت، شاهزاده اکبر بود که بگه در وقت جوانی بر من معلوم نبود، من تا یکی از یا گفتن از خاندان از یا گفتن که هم اکبر نام داشت که در جوانی در ساد مرده بود. جوانی ها؟ بله در جوانی. این قسمت ها بیننده های عزیز حدیره یا قبرستان خانوادی شاهی است که شما یک بار میشه تصاویر بالایی را داشته باشین. اینجا قسمی ساخته شده که این قبرستان آسیب نبینه، ضرر نبینه. یک قبرستانی است که مشخص هست، هیچ کسی دیگر اینجا نمیتونه دفن شوه، حتی اگر مایی باشم یا دیگرای فردا و پس فردایی که از دنیا میریم. بنان فقط این مشخص به خانواده شاهی است. بله بس شخصا من خود خانواده شاهی هستم و از کمی از کلشون دفن نستن اما خانمان اون شاهی هستن. بله حالا جای دیگر رو هم از فکر کنم میریم. بله بفرماین. آها ها اینجا هم قبرهای بچهش میخوره کاکا حبیب الله. یک کس دستر جنرال سردار عبدالولی فرزند مارشال شوری خان غازی که هم بچه کاکای الازرد بود هم داماتش بود.
این باز داماد کلانش بود که با پدر عزیز از غازی مارشال صبوری خان غازی که در افغانستان مارشال یا افغانستان اولترین مارشال پدر عزیز بود. اولین مارشال افغانستان. اولین مارشال پدر عزیز بود. که در سال تولدش 5 حمل سال 1304 هجری شمسی است و سال وفاتش ده سرطان سال 1387 هجری شمسی که را من دیده بودم. از نزدیک نه تصاویرشان و ویدیوهایشان را دیده بودم. یادم میاد. و اینی هم همیرا بی بی خروجان خانم پتی محمد خان و خانم دختر بی بخشه دختر بند سردار پتی محمد خان و خانم سردار محمد علی خان است که به دختر کاکای علی حضرت است. اینا در سن 57 سالگی در سال 1347 وفات کرده. اینی هم با سردار سلطان محمود غازی ولی صفه سالار شامت خان غازی که شامت خان غازی در داخل است و این بچهش است که بچهش هم بچه کاکای علی حضرت بود هم باجهش بود. بله. و دید 91 فوت کرد و خانمش در 98 این خانم از اینا است. بله بی بی عیلیه. خانمشان نامشان بی بی عیلیه بنت سردار محمد اسد احمد شاه سفیق. بله خب کاکا حبیب الله میشه در مورد از این سوراخ هایی که در سقف یا چت ادیره یا قبرستان است فکر کنم به خاطر عزیز که هوا باید رفت آمد باشه. نه این روشنداز بود در وقتی جمهوریت جور بود کل از جور بود یک در توالات آمده می در توالات یک در مردم میره خرابی کردن کل گلدانه زیر غلطان دن اگر نی سابق جور بود این یک روشنداز بود در سر از گلدان بود در چهار طرف شیشه پنج میلی بود روشنداز که هوا داخل نمیشدن حتی خاک باد هیچ چیز این داخل نمیشدن که نمی درای تشریفاتی بود که رئیس جمهور کلانا میمان از ضعف میشه بریم میره بونی که رای تشریفاتی را ببینیم که همه تو میامدن داخل به قربستان حضیر میامدن و اینی که ما شما تا شدیم اصلا اصابه قرآن نبود این یک اتاق بود در وقت بابا در می جنگای تنظیمی این اتاق زینه را خراب که این زینه بود که به قبرستان میرفتن دو زینه به یک حضیر میرفتن حضیر بالا میشدن این می یک در را داشت که این را بود که اون را بودن دیگر را ندارن معلومه میشه که اینجا برق هم بوده لاین کشی شده ولی کن همش چرا دلیلش چی است که از بین رفته؟ خب از بینش که یک داره اینجا پودریا بود پودریا بسیار یک بطه بد بود برش بد بگم نگه خوب نگویم اگه خود میگویم میبودیم چرا از خاطر که بسیار یک بد مردم بودن در هر چیز دست میزدن حتی با یک این و با یک لاین که اینمی کل از جور بود ای گلدان جور بود ای تپک کل از بسیار یک مقبول جای بود کتاره داشت اینجا اتاقا بود هر چیز برابر بود خب منتها این پودریا بدبخت بردشانه باز خیر ببینید امارت اسلامی اینمی کار خوب شد که اینمی یک از اینمی بدبخت مردم که یکم دوز و یکم پودریا گم شد از این تپه انشاءالله که خداوند در این سرزمین همه چیز گم بکنه تبعیض، تعصب، قوم پرستی، مواد مخدر، ظلم، ستم، بیچارگی غریبی و دربدری و مسافری را همه چیز انشاءالله دور بسازد. هموطنان عزیز شما دیدین که قبرستان شاهی کیها دفن هستن کیها اینجا حالا زیر از خاک زیر خاک هستن و هم تنهای از خاک و ما هم یک روز از این دنیا رفتنی هستیم نزد خداوند جل جلاله شاه و گدا پولدار و غریب همه یکسان است و همه زیر امی خاک میریم از امی خاک ساخته شدیم بنان چقدر خوب است که ما غرور نداشته باشیم چطور کاکا حبیب الله تکبر نداشته باشیم بله. خاکساری و فقیری و اخلاق خوب به یک مسلمان که یک روی خوب حتی از فامیل گرفته تا بیرونه که هر کس که باید فامیل باید اخلاق خوب داشته باشه که بعدر رو دیگه فامیل های خود و در بیرون که یک نفر خواهد اینه یک مولوی صاحب میگه یا مشنوی یا مشنم مانا از یک بفهمیم یا مشنوی یا مشنم خصوب خب یا من میگه مولوی مرده یا بگه همین مرده بله فکر کنم امیر راه تشریفاتی هست تشریفاتی هست که اینه تو بالا میکنه این امیر راه تشریفاتی هست دوستو عزیز که مقامات از امیر را رفت آمد رفت دارن و از اون طرف بیرون شدنشان درست هست؟ یه راه تشریفاتی که کاکا حبیب الله خوب است در مورد هر بخشش معلومات داره این طرف چی است کاکا حبیب الله؟ یک اتاق بود که باید خدا بود که با اتاق که در وقت جمهوریت اتاق که سربازا بود که در اینجا می آمدن بله اینجا باید زندگی میکردن و در اون بغل اتاق بود که یک اتاق داشتن یعنی می جایی که بود تا جای تشریفاتی بکر از جمهور کلانا اینجا استاد میشه بود اینجا قطعه تشریفات بود و گل سالگری علی حضرت محمد ظاهر شاه تجلیل میکردن اونجا تجلیل میکردن بله دقیقا اینجا معلوم میشه کاکا حبیب الله که خیلی جایای
دیدنی و مقبول هم داشت، یک پارک هم ساخته شده، اما متاسفانه کاملا از بین رفته. یوز بود، در وقتی که جور کردن از یوز یک دو دفعه پیش استفاده کردن از خاطر چی که با دیگه اما تو ماندن خال یک داره او نیستن و از خاطر از یک داره اما تو چی ماندنگنی یوز بود. حالا کاملا از بین رفته و دوست عزیز شما میبینین که متاسفانه می یک تعداد هموطنان ما که مریض بودن، آغشته به مواد مخدر بودن، هیچ چیز اینجا باقی نمونده. نمونده، حتی والا گروپ های زیره، اون بیم یکان جایی رو که میبینی، حتی من گروپ هاش کشیدن دیگه نالا رو خوبان، از زیر زمین سعی کنن گروپ های یک رقم گروپ داشتن که در داخل هوا روشن میشد، او رو کشیدن، اون اونجا کیبل بود، کیبل های زیره بردن، هر چیز اینجا بودی جور بود. خب مگم بدبختانه که این مردم دیگه بودریا نبود دیگه، یک دانه سرطان بود به میکابل، هر جایی همیه خرابی میکردن، نه چیز رو نمیماندن. خب خوب شد که مواقعم شده می پودری از این وطن. بینده های عزیز، ما گفتیم که این هدیره یا قبرستان شاهی است. که حبیب الله در موردش معلومات داد، ما شما دیدیم، شنیدیم و اینجا یک جای بسیار مقبول هم ساخته شده بوده در گذشته که حالا متاسفانه تخریب شده و آمدن به اینجا و این برنامه برامه پند شد. هر کسی که برنامه رو شاید ببینه برداشت شنی باشه که نزد خداوند شاه و گدایکیست، فقط تکبر نداشته باشیم و غرورهای بی جایی نداشته باشیم، درست است؟ و به پول، دارایی، منصب و منزلت و کرسی خود ننازیم. امروز ما فردا تو پس فردا دیگری همه طور است که حلی بود قطع است با قد رفتنی کل از هر چقدر که پول باشه اگر هر چی زندگی باشه ماندنیست هیچ کس که خود یه چیز صرف عمل میبره هیچ چیز دیگه خود نمیره من باید در کبر غرور نباشیم باید یک بیادر یکم کاری کنیم کد یک بیادر کمک کنن از سرمایه داره کلش باید دکت یک دیگه بسیار به خوشی خوب به خوبی زندگی کنن دیگه. بیننده های عزیز شما چند تصویر کمکارا آماده ساختن از همینجا ببینین دوباره در خدمت قرار میگیرم. بیننده های عزیز، حالا با کاکا حبیب الله چای دیگری میگیریم که میریم که اونجا هم همین خانواده شاهی دفن هستن و سالهای سال است که همینجا زیر آواری است یا زیر خاک هستن. آیا این قبرستان هم فکر کنم اگر تصاویرش داشته باشیم خیلی سابقه است. بله این قبرستان شاهی یاد میشه به اسلام. بله. مهربانی که بیاد از این برتون نشسته بتون نشان بدم که این قبرستان بسیار سابقه است و به نام شاهی یاد میشه. که اون قبر کلان که از مقبره کلان کنه به نام سردار سلطان محمد طلایی که پدر کلان غازی اعلیحضرت محمد نادر شاه شهید است. بله. که با این قبرستان به نام یاد اون از دیوال سفید تا میست قامت به نام خاندان شاهی یاد میشه قبرستان که باز این قبرستان بسیار سابقه است این که برتون یک در نزدیک ببینید که باز خب او یک مقبره که بسیار سابقه معلوم میشه گفتین از کی هست؟ سلطان محمد طلایی که 174 سال تاریخ داره او که پدر کلان غازی اعلیحضرت محمد نادر شاه شهید است. که این قبرستان هم به نام خاندان شاهی یاد میشه که بس از قام نزدیکی شان هستن و از خودگی شان کلشان نزدیکی شان هستن از یک قام هستن مثلا به این قبرستان به نام شاهی یاد میشه. معلوم میشه که قبرهای نسبت به قبرهای مردم هم یک ذره قبرهایی بوده که فرق داشته مزین‌تر بوده و اینا دیگه از اینا هم کرده بیشتر وفات کرده. باش بیشتر باشه نه از خاطر که اگه اونجایی که ببینید سسلانه 13-12-12-52 دیگه بسیار سابقه هستن. دیگه میجا شاید نواسه از نواسه را نواسه نمیتونه دیگه. دیگه پیش رفته دیگه کلوشونه میجا دفنه. اف پشت خانواده شاهی شاید همینجا دفن باشه. باشه بله از خاطر که او که 174 سال تاریخ دار شاید یام دیگه تاریخ های از یام بسیار بلند رفته. بله و تاریخ از یام دیگه طور دقیق معلوم است که چقدر است؟ یار خدا گردن بستن که 90 سال خواهد غازی اعلیحضرت محمد نادر شاه شهید پوره شده و اگر مو وقت اگر یک سال یا دو سال بعد یک تقریبا 87 یا
هشت نیم طلاق شاید شده باشه که دقیق پرسان نکرده مطالعه از یا کمی چقدر وقت میشه که سریزی ایری جور کردن. خواهم که خبر خوشدیم که حضرت خداوند رحمتش کنه و سند 10 ساله بود که باز پاچه شد 40 سال پاچه کرد بعد امون سر قبر فدر خود با اینمی قبرستان شروع کردن. زمانی که نادر خان وفات میکنن به شهادت میرسه بله به اینجا که به شهادت میرسه پس که اینجا که به دفنش میگره با سر قدر خود قبرستان رو جلو میگیم با زمین تپا به مو خاطر به نام تپه نادر خان مسمى میشه. بله بله تپه نادر خان یادش بله یک جای مشهور در کابل است و هموطنا به دیدن اینجا میان و فعلا نامی قبرستان اک میبینین قبرستان شاهی است. بله از خاطر که قبرستان در دوران نجیب اتو ارغوان داشت اگر ما برد بگیم که از بالا سریم که قبرستان معلوم نمیشد از من 45 سال میشه که شاشید من زندگی میکنم و ما بسیار خرد باشه بکر این استقامت یک پوسته بود دمی نوش او بغلش بازی جب ما از خانه نان بر از جب میاردیم یا که روزه بودیم برشان نان میاردیم یا بولانی میاردیم باز بر ما نان سیلومی بازی جب بالا میشه سهر میکردیم این قبرستان معلوم کل زیار قمان بیتر خراب است آره که دمی جنگ بایدی که خراب شد بدبختانه که جنگ خداوند از وطن گم کرد خوب بود و دیگه خداوند در وطن دیگه جنگ نبره که نمی وطن همین جنگ می رقم کنه الهی آمین ان شاء الله از این وطن جنگ خلاص شده و جمع شده و ما همیشه می گفتیم که یک افغانستان با صلح با امنیت می خواهیم ان شاء الله صلح است آرزومند هستم که برای همیشه در این سرزمین صلح باشه و ما شما می بینیم که در گوشه کنار کابل چقدر پارک ها جور شده میره سرک ها جور شده میره و ما هم از هر کسی که در این وطن خدمت میکنه تشکری میکنیم و شما میبینیم که خیلی برنامه داره سرکا جور میشه پارکا ساخته میشه انشاءالله با امید از این که همیشه یک افغانستان باثبات مترقی پیشرفته یک سرزمینی داشته باشیم که صلح و امنیت همیشه در این کشور باشه. بله بله از خاطر که وطن ما شما که جور شد پارکا جور شد یک وطن سرسبز میشه یک نفر را تا میده آزاد بگرده و خداوند سرشون یارم خداوند توفیق بده که دیگه هم ته چیزا رو جور کنن هم بعد سرک هم پارک هم بعد دیگه به مردم یک کار غریبی پیدا شون وطن انشاء الله جور میشه. از خودتان تشکر کاکا حبیب الله سلامت و بخیر باشین بازم یک بار روح تمام گذشتگان ما و شما شاد باشه بخیر تشکر شما بعد از زحمت بخیر باشین بیننده های عزیز هموطنان دوست داشتنی افغان سوسایتی ما آمدیم که از این هدیره این قبرستان یک برنامه‌ای داشته باشیم که اگر ما شاه هستیم اگر گدا هستیم هر کسی که هستیم بالاخره یک روز زیر امی خاک میریم از خداوند میخواییم که بر همه ما مرگ با ایمان بته و مرگی بته که در پرتو شریعت قرای محمدی صلی الله علیه و سلم و مرگی باشه که بالاخره در او دنیا عذاب نبینیم اذیت نشیم و از خداوند بر همه طول عمر و پیروزی و صحتمندی مسئلت دارم تا برنامه بعدی که ما در خدمت قرار میگیرم یا گزارش دیگری که در خدمت قرار میگیرم همه شما را به خداوند یکتا امانت میسپارم موفق سربلند باشین السلام علیکم و رحمت الله